عشق دروغین قسمت دهم. آرامشی که در چهره برادرم نمودار شده بود هیچ وقت ندیده بودم. سیاوش هم خیلی آرام بود و من و امید هم با عشق به هم نگاه می کردیم. امیدم می خندید و خنده زیبایش به من نوید زندگی آرامی را می داد. ابراهیم وقتی دو سه ساعتی از بندر عباس دور شدیم سر یک دوراهی ایستاد و گفت پیاده شوید، اینجا نهار بخوریم بعد حرکت میکنیم. پیاده شدیم و وارد مهمانخانه شدیم. ابراهیم دستور داد برای من ماهی کباب کنند و ماهی ها را خودش انتخاب کرد. ما آن روز نهار ماهی کباب با کته خوردیم و لذت بردیم. وجود برادرم به ما آرامش و نوید یک زندگی خوب و پرقدرت را می داد. بیش از یک ساعت آنجا نشستیم و وقتی که حرکت کردیم ابراهیم وارد جاده فرعی شد. از آن پس دیگر جاده علامتهایی داشت و اسم شهرهای کوچکی سر راه را می داد که من نمی شناختم، ولی فهمیده بودم که داریم از بیراه می رویم. اما نه من و نه سیاوش هیچ سوالی نمی کردیم. بسیار خسته شده بودیم. امید بیشتر خواب بود. وقتی هم که بیدار می شد بهانه می گرفت و گریه می کرد. به هر حال ما سختی های زیادی را پشت سر گذاشته بودیم و این مسیر خسته کننده و خشک را هم می بایست تحمل می کردیم. هوا رو به تاریکی می رفت که از دور چادرهای ایلی را دیدیم. ابراهیم لبخندی زد و گفت ما به خانه رسیدیم و سرعتش را بیشتر کرد. ماشین وارد محوطه شد. چادرهای بزرگ و بسیار در بیابانی سبز و خرم و در همین وقت تعدادی زن و مرد با لباسهای محلی و ساز و دایره در حال رقص و شادی به سمت ماشین ما آمدند و چندین گوسفند برای قربانی آورده بودند. به ابراهیم گفتم به آنها بگو که گوسفندها را نکشند، من طاقت ندارم. و ابراهیم چیزی به زبان محلی گفت و آنها گوسفندان را آزاد کردند. از اتومبیل پیاده شدیم. روی سرمان گندم ریختند و هلهله و شادمانی کردند و ما را به درون یک چادر بزرگ بردند که کف آن یک قالی بزرگی پهن شده بود و چند پشتی دور تا دور چادر چیده بودند. خواهران و برادرانم همراه با همسران و فرزندانشان به دور ما جمع شده بودند و ابراهیم به همه گفت بنشینید. سپس سینی های بزرگی از شیرینی هایی که دست پخت خودشان بود وسط چادر چیدند و چندین سینی هندوانه و خربوزه که در سینی های دیگری گذاشته بودند وارد چادر کردند. بشقاب و قاشق و کارد و چنگال، خلاصه پذیرایی که انتظارش را نداشتم. بعد از آن همه پذیرایی سفره‌ای را برای صرف شام گستردند و دو گوسفند کباب شده، چند سینی بزرگ برنج با ماست و کره و دوغ محلی سفره را تزیین کرد. ابراهیم گفت قرار بوده بعد از صرف شام برای شما رقص و ساز و آواز اجرا کنند، اما من گفتم بماند برای فردا شب، چون می دانم که خسته هستید و باید استراحت کنید. من و سیاوش تشکر کردیم و امید هم در بین بچه ها دست به دست می چرخید. خواهرها و برادران من او را نوازش می کردند. به دستور ابراهیم وسایل خواب ما را در چادر دیگری آماده کردند و گفتند بروید بخوابید. من و سیاوش و امید به آن چادر رفتیم و از بس خسته شده بودیم به خواب عمیقی فرو رفتیم. فردای آن روز نزدیک ظهر برخاستیم. سیاوش به من خیلی محبت می کرد و اظهار تأسف بسیار برای اتفاقی که در دریا برای من افتاده بود. مشخص بود که او ضربه روحی بزرگی خورده بود و می گفت هیچ وقت خودم را نمی بخشم که باعث شدم این اتفاق برای تو بیفتد. ممکن بود جانت را از دست بدهی و اگر خدایی نکرده این اتفاق می افتاد من هم خودم را می کشتم. و آنچه که مرا زنده نگه داشت وجود امید بود
که میخواستم او را به داعیش بدهم و بعد خودم را در دریا غرق کنم تا زجری که تو کشیدی من هم کشیده باشم. آن روز نیز صبحانه با شیر و پنیر و کره و تخم مرغ محلی از ما پذیرایی شد و نهار و شام هم تدارک زیادی دیدند. من به سیمین خواهر بزرگم گفتم ما آمده ایم که با شما زندگی کنیم، به مهمانی نیامده ایم، بگویید اینقدر از ما پذیرایی نکنند، خجالت میکشیم. خواهرم گفت عزیزانی به ما افزوده شده اند، ما با جان و دل از شماها پذیرایی میکنیم، نگران نباش خواهرم، به زندگی عادی هم بر میگردیم و این را بدان که ما در زندگی عادی من هم خوب میخوریم، میرقصیم، شادمانی میکنیم و کار هم میکنیم. حالا شماها کارهای ما را بلد نیستید، چه عیبی دارد؟ اولا یاد میگیرید، دوما مجبور نیستید کارهایی که ما میکنیم انجام دهید، هر کاری که بلد هستید بکنید. من به سیمین گفتم من تار میزنم، اما اینجا که تار پیدا نمیشود. او گفت میفرستم از شهر برایت بیاورند عزیزم. سپس گفتم اینجا مدرسه ندارد؟ گفت نه، ما دائم در سفر هستیم و یک جا ثابت نمی مانیم. بعضی وقتها سپاه دانش می فرستند و به بچه های ما درس می دهند، اما همیشه امکانش نیست. و من گفتم پس من اینجا مدرسه دایر می کنم و بچه ها را به کمک سیاوش با سواد می کنیم. سیمین گفت این کار بزرگی است، از این بهتر نمی شود. ما هر کاری برای شماها بکنیم کم کرده ایم. مرا در آغوش گرفت و بوسید و فوراً حرفهای مرا به ابراهیم و بقیه خواهران و برادرانم و اهالی ایل منتقل کرد. همه خوشحال شدند و گفتند پس ما شما را خانم معلم صدا می کنیم. سیاوش گفت من هم هستم، علاوه بر خواندن و نوشتن به شما نقاشی یاد می دهم تا از این مناظر زیبا و زندگی قشنگتون نقاشی کنید و به شهر بفرستید تا شهری ها هم بدانند که شما چقدر خوب و خوشبخت هستید. خلاصه صحبتمان گل انداخته بود که اعلام کردن نهار حاضر است و دوباره وارد چادر شب قبل که من اسمش را اتاق نهارخوری گذاشته بودم شدیم. پرسیدم شما چطور این همه غذا درست میکنید؟ همسر ابراهیم زن برادن برادر بزرگم گفت ما همه کارها را دست جمعی انجام میدهیم، بنابراین به هیچ کس صدمه نمیخورد و کارها هم زود انجام میشود. گفتم به من هم بگویید که کمک کنم. آنها گفتند نه نه، شما همان خانم معلم بمانید، برای ما خیلی بهتر است، فقط از شما یک چیز میخواهیم، آن هم اگر دوست دارید. گفتم بفرمایید، هرچه شما بفرمایید ما دوست داریم. گفتند آیا حاضرید لباس محلی بپوشید؟ سیاوش گفت من لباس شماها را خیلی دوست دارم. من هم گفتم خیلی خوب است، لباس شما خیلی قشنگ و جالب است. آنها بعد از صرف نهار یک دست لباس مردانه و یک دست لباس زنانه جلوی ما گذاشتند و از اینکه قبول کردیم لباس آنها را بپوشیم از ما تشکر زیادی کردند. واقعا لباس زیبایی بود. من و سیاوش به هم نگاه کردیم و خندیدیم. گفتم سیاوش این لباس چقدر به تو می آید؟ و او گفت تو هم خیلی زیباتر شدی. شیرین خواهرم با شیطنت لباس امید را تبدیل به لباس بچه های ایل کرد. همه برایش دست زدند و امید می خندید. به این طرف و آن طرف می دوید. زندگی جدید ما یا بهتر است بگویم تولد دوباره ما خیلی خوب شروع شد. ابراهیم به من و سیاوش اجازه نداد کارهای مربوط به ایل را انجام دهیم و به خاطر همان تدریس و باسواد کردن بچه های ایل کلی از ما تشکر و سپاسگزاری کرد. برنامه مردم ایل این بود که صبح زود بیدار می شدند، صبحانه می خوردند و مشغول کار می شدند. کار اصلی آنها دامداری و تهیه عروفه برای دامهایشان بود و استفاده از مواد دامی، دوشیدن شیر و درست کردن ماست و پنیر و روغن و دوغ و کره امثال اینها و تهیه و درست کردن پوست حیوانات. و کار خانم ها پختن نان و شیرینی و تهیه غذا بود.
عده‌ای هم به کار کشاورزی مشغول می‌شدند، مانند کشت خربوزه، هندوانه، طالبی، خیار و گوجه فرنگی و بادمجان و کدو و کلیه سبزیجاتی که می‌شد در عرض چند ماه به عمل آورد و خلاصه زندگی پرکار و شیرینی داشتند. بعضی از خوراکی‌ها را نیز کسانی بودند که با وانت به شهر می‌رفتند و خریداری می‌کردند. همین که هوا به شدت گرم می شد، آنها مهاجرت می کردن و به ییلاق می رفتن. و اگر در ییلاق جایی خنک هوا زیاد سرد می شد، دوباره مهاجرت می کردن و به جای گرمتر یعنی قشلاق برمی گشتند. و این کار آنها معروف بود به ییلاق و قشلاق که با شتر، گوسفند، با شتر، اسب و قاطر این ییلاق و قشلاق انجام می گرفت و گوسفندان و سایر احشام با پای خودشان حرکت می کردند. این عمل آنها باعث می شد که آنها همیشه در هوایی مطبوع و خنک زندگی کنند. به دستور ابراهیم دو چادر بزرگ در اختیار ما قرار دادند برای تشکیل کلاس درس. ما سفارش تخت سیاه به آنها دادیم و خیلی زود برای من تهیه کردن. لوازم التحریر برای فرزندانشان خریدند، البته طبق لیستی که من و سیاوش به آنها داده بودیم. و این اجناس در سه وانت بار آمد. من پنهان از چشم سیاوش چند بوم و رنگ روغن و وسایل نقاشی سفارش داده بودم که وقتی وانت بارها بارشان را تخلیه کردند، ما آنها را داخل یکی از چادرها گذاشتیم که اسی برادرم یک کارتون جلوی پای من گذاشت و گفت خواهرم این کادوی داداش ابراهیم است برای شما. پرسیدم کادو برای چه و خیلی سریع کارتون را باز کردم. چشمم به چیزی افتاد که از دوریش بسیار رنج برده بودم. جیغ کشیدم وای خدای من، تار تار. از خوشحالی اسی را بغل کردم و بوسیدم. چقدر دلم برای تارم تنگ شده بود. فریاد کشیدم امیدم بیا برایت تار بزنم، دوباره برایت تار میزنم که راحت بخوابی. و روی کارتون دیگری نوشته شده بود بوم سیاوش. سیاوش چشمش به بوم افتاد. گفتم عزیزم من برایت چند بوم و مقدار زیادی رنگ سفارش داده بودم. و او گفت فکر نمی کردم بشود دوباره قلمو را دست بگیرم. برادرم فکر همه چیز را کرده بود. من زیاد امید را نمی دیدم. امید که همیشه به من چسبیده بود دائم با بچه ها در حال بازی بود و آنها خیلی مواظبش بودند. کم کم متوجه شدم که امید کلماتی با لهجه بچه های ایل می گوید. خدای من، پسرم دارد با زبان این بچه ها حرف می زند. بگذاریم، کلاس درس را تشکیل دادیم. بچه ها روی فرش می نشستند اما به درس هایشان خوب توجه داشتند. ما لوازم التحریر را بین آنها تقسیم کردیم و ساعات تدریس را بین خودمان. من به بچه ها خواندن و نوشتن فارسی را می آموختم و سیاوش ریاضی، نقاشی، تاریخ و جغرافیا را نیز به صورت قصه برای آنها تعریف می کرد. غروب که می شد جوانان ایل دست از کار می کشیدند. بعضی وقتها هر کس به چادر خودش می رفت و بعضی وقتها بیشتر به مناسبت‌های مختلف آنها تصمیم می گرفتند که دور هم بنشینند، با هم شام بخورند و بزنند و بخوانند و برقصند. و این شبها که دور هم بودیم خیلی خوش می گذشت. بچه ها آمادگی خوبی داشتند چون مدتی پیش سپاه دانش به آنها خواندن و نوشتن مختصری آموخته بود که به دلیل ییلاق رفتنشان آموزش نیمه کار مانده بود. و من تصمیم گرفتم به هیچ دلیلی تا کاملا خواندن و نوشتن را یاد نگیرند دست از سر آنها بر ندارم. گاهی وقتها که با سیاوش تنها می شدیم از یکدیگر می پرسیدیم تا کی می توانیم در ایل زندگی کنیم. با همه محبتی که اهالی ایل و به خصوص خواهران و برادران من به ما می کردند، اما ما عادت به این گونه زندگی نداشتیم.
و دوست داشتیم به شهر برویم، سینما برویم، رستوران برویم، خرید کنیم و خلاصه یک زندگی کامل شهری را داشته باشیم. یک بار هم تصمیم گرفتیم که نامه‌ای برای سرور خانوم و توبا خانوم بنویسیم و از سلامتی خود آنها را مطلع کنیم. این مسئله را با ابراهیم در میان گذاشتیم و پرسیدیم آیا پست به ایل می آید؟ ابراهیم گفت نامه را بنویسید، من می دهم برایتان پست بدهند. اما آدرسی من دارم در شیراز، پاسخ را باید به آن آدرس بفرستند. و آدرس را به ما گفت. با خوشحالی نشستیم و سیاوش برای خواهرش نامه نوشت و من برای توبا خانم و عمو علی و خبر سلامتی من را به آنها دادیم. اما نمی توانستیم بگوییم که در کجا زندگی می کنیم و می بایست صبر می کردیم ببینیم سرنوشت با ما چه می کند. نامه را به برادرم دادیم و او ترتیب پست کردن نامه ها را داد. 20 روز بعد جواب نامه ما آمد. با خوشحالی پاکت ها را باز کردیم و خبر خوشی که در نامه به ما رسید این بود که آقا جلال شوهر سرور خانوم مسئله سیاوش را با یک وکیل پیگیری کرده بود و وکیل توانسته بود ثابت کند که کارت عضویت سیاوش در حزب تصادفی بوده و او عضو هیچ گروه و حزبی نیست و منع تعقیب برای او صادر شده. خوشحالی ما حد و وصف نداشت و ما بیقرار برگشتن به تهران بودیم. حتی اگر شده به صورت موقت چند روزی به تهران برویم. برادرم گفت میدانم عزیزان، به فکرتون هستم. ولی فرصت نشد تا مسائلی را با شماها در میان بگذارم. بعد از مصادره خانه بابا من وکیل گرفتم و بدهی‌های بابا را مورد بررسی قرار دادم و اشخاصی که در حساب‌های بابا دست درازی کرده بودند شناسایی و دستگیر کردیم. خانه بابا آزاد شد و شما می توانید به آنجا بازگردید. می فهمم که شماها بچه شهر هستید و برای تهران دلتنگ می شوید. بروید عزیزانم، خانه در دست همان باغبان سابق است. خودم شماها را تا آنجا می برم. من گفتم برادرم دیگر بیش از این ما را خجالت ندهید. ما حدود 3 سال است که اینجا هستیم و شما زحمات زیادی را برای ما متحمل شده اید. اگر شما نبودید من الان زنده نبودم. اجازه بدهید دستانتان را ببوسم. ابراهیم پیشانیم را بوسید و گفت پس برادر به چه درد می‌خورد؟ اگر مراقب خواهرش نباشد؟ گفتم باید به من قول بدهید که هر وقت فرصت کردید همگی یا یکی یکی با خانواده‌تان به خانه خودتان بیایید و ما را خوشحال کنید. و حالا هم ما خودمان با یک اتومبیل کرایه می رویم. ضمناً اگر ما را بپذیرید فصل تعطیلات بر می گردیم و تعطیلاتمان را با شما عزیزان می گذرانیم. ابراهیم گفت بله، دیگر نباید بین ما جدایی بیفتد. شب آخری که ما در ایل بودیم دوباره یک مهمانی دست جمعی برپا کردند و تا نیمه شب در کنار هم بودیم. از یکی که آنها قول گرفتم که به تهران و به خانه پدری بیایند تا من گذشته زشتم و مهمان نوازی آنها را جبران کنم. صبح روز بعد یک ماشین سواری بنز که رانندهش از آشنایان ابراهیم بود ما را سوار کرد و به سوی تهران راه سپار شدیم. وقتی این راه را می آمدیم امیدم نزدیک به دو سالش بود و حالا داریم با یک امید 5 ساله به شهرمان برمیگردیم. با یک دنیا امید و آرزو و با لبهای خندان. آرزو می کنم که همه هموطنان به وطن و شهر و دیار خودشان به خوبی و خوشی و دل شاد برگردند. پایان داستان عشق دروغین.